نام خدای یکتایی بی همتا. اسباب ظاهری و باطنی دفع بلاها، وجوب اطاعت از ولی امر. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. پروردگارا، بر تو توکل کردیم و بسوی تو روی آوردیم و بازگشت همه بسوی توست. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتایی بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه اول و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. اما بعد، آزمایش و ابتلا یکی از سنت های خداوند در مخلوقش است، طوری که می فرماید إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فراستي ما إنسان را از نطفة مختلط آفريدين او را مي آزمائين پس او را شنواي بنا قرار دادين. وخداوند متعال براي رفع و دفع بلاها اسباب ظاهري و باطني قرار داده است. اولا اسباب ظاهري که باید به طور کل با اون تمسک نماییم، عبارت از اسباب علمی، احتیاطات و راهنمایی های کارشناسان در هر بخش و تطبیق راهنمایی هایی است که از سوی نهادهای رسمی دولت صادر می شود. چون فرمان بردن از اوامر ولی الامر یا نائب او در نهادهای ملی دولتی واجب است. زیرا خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امرتان را. و در آیت دیگری می فرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پس ای مردم، اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. و در اینجا مراد از اهل ذکر یا همان آگاهان، دانشمندان و متخصصان هر بخش است. بنابراین شرعاً واجب است تا نباید اوامر نهادهای دولتی را در مجال تخصصشان نادیده گرفته شود. و برخی از اصحاب ظاهری توجه به نظافت است، چون اسلام به نظافت به طور کل اهتمام زیادی داده و آن را برای حمایت مردم از بیماری ها و اضرار نیاز شرعی و اجتماعی پنداشته است. خداوند متعال می فرماید ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. براستی که الله توبه کنندگان را دوست می دارد و نیز پاکان را دوست می دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید پاکی بخشی از ایمان است. و در حدیث دیگری می فرماید فناهای خیش را پاک سازید. فناها شامل اطراف خانه، اطراف مدرسه، دانشگاه، مصنع و شرکت، راهها، میادین و همه اماکن عمومی و خصوصی می باشد. همچنین اسلام به شستن دستان اهتمام زیاد و بیجا داده است. درباره شستن دستان هنگام وضو کردن خداوند متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به نماز برخاستید پس صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک بشویید و اگر جنوب بودید پس خود را پاک سازید و غسل کنید. پس شستن دستان تا آرنج یکی از فرایض وضوع است. افزون بر آن، سه بار شستن دست تا بند دست در ابتدای وضوع از سنت های آن است. پس از آن مزمزه یعنی شستن دهان و استنشاق یعنی شستن بینی صورت می گیرد. سپس روی شسته می شود و بعد از آن برای بار دوم دستان تا آرنج شسته می شود که این شستن فرض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید وقتی یکی از شما از خوابش بیدار می شود تا دستش را سه بار نشسته است به هیچ ظرفی وارد نکند. همچنین شستن دستان پیش و بعد از خوردن غذا مستحب است. و در این حکم تاکید بر آن است که میان علم و دین هیچ گونه تعارض و اختلافی وجود ندارد، چون حفاظت از صحت و بهداشت انسان از اساسی ترین مقاصد ادیان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید در اسلام ضرر و ضرار نیست، پس باید از همه اجراءات و دستور العمل های وقایوی پیروی و اطاعت صورت گیرد که تا از انتشار امراض و بیماری های همگیر جلوگیری شود. از جمله این دستور العمل های وقایوی اجتناب از بغل کردن، بوسیدن یکدیگر، کاهش دادن دست دادن و دوری کردن از اجتماعات و گرد همایی ها می باشد. و تاکید می کنیم که بحران ها و شرایط دشوار اصلیت انسان و حقیقت اخلاق آنها را
آشکار می سازد. پس بر همه ما واجب است تا در میان خود مهربانی و شفقت نماییم و از خودخواهی، انتقام جویی و از هر گونه احتکار به قصد بلند رفتن نرخ مواد دوری نماییم تا توازن عرضه و تقاضا را برهم نزنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید جز انسان خطاکار احتکار نمی کند و در حدیث دیگری می گوید احتکار کننده ملعون است و در حدیث دیگری می گوید ایمان یکی از شما کامل نمی شود تا آنچه را به خود می پسندد و برادرش می پسندد. برادران مسلمان، اما اسباب باطنی و دفع بلاها که باید همیشه مد نظر داشته باشیم، برخی آن حسن توکل بر خداوند است. خداوند متعال می فرماید فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، بر الله توکل کن زیرا که الله توکل کنندگان را دوست می دارد. توکل بر خداوند مخالف و معارض تمسک به اسباب نیست، چون مردی گفت ای رسول خدا آیا شطورم را ببندم و توکل کنم یا آزاد بگذارم و توکل کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخش فرمود آن را ببند و توکل کن. پس در این اوقات بر ما واجب است تا به اسباب صحت و بهداشت چنگ بزنیم و احتیاطات معتبر علمی را رعایت کنیم. پس همه امور را به خداوند موکول نماییم، چون ملکوت همه چیز نزد اوست. و برخی دیگر از اسباب باطنی دعا و تضرع به درگاه خداوند متعال است، طوری که می فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید زاری نکردند و تسلیم نشدند؟ پس چقدر همه ما به تضرع و زاری راستین به درگاه الهی نیاز داریم تا بلاها و رنجها را از سر ما، از سر بندگان و سرزمینهایشان و همه بشریت بردارد. و این روزها باید فرصتی بوده باشد تا همه ما رابطه خیش را با پروردگارمان دوباره تنظیم نماییم. و برخی دیگری آن باید انسان خود را با ذکر یاد خداوند مسئول و محفوظ بدارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ بنده ای نیست که روزانه از صبح و شام سه بار بگوید بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، مگر اینکه هیچ ضرر و زیانی متوجه او نمی شود. و در حدیث دیگری می گوید هر کس در جای اطراق کند و بگوید اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، به کلمات و سخنان کامل الله از گزند مخلوقاتش پناه میبرم، تا وقت در آن مکان باشد هیچ چیز و هیچ کسی به او ضرر نخواهد رساند. و برخی دیگری آن دادن صدقه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید اموال خیش را با پرداختن زکات حفظ کنید و بیماری هایتان را با دادن صدقه درمان کنید و در برابر بلاها با دعا مقابله نمایید. بار خدایا ما را از جمله کسانی قرار بده که آنان را عافیت و سلامتی داده ای و ما را جز آنان بگردان که امورشان را خود بر عهده گرفته ای و از شر آنچه مقدر کرده ای ما را حفظ کن. کشور ما را با همه کشورهای جهان در حفظ خود بدار. آمین یا رب العالمین.